سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرای مهم 12 نوامبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتون پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبری مهم روز در این برنامه. برکناری بازد و پدپلکونیک میلیسا برای پوشاندن پرونده مدینه. کادر از بیرون، نظام میرزازاده معاون یکم رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین شد. شرح رسمی شهرداری دوشنبه، آثارخانه عینی را کوچاندنی بودیم. سبربانک منیجرهای داننده زبانهای تاجیکی و ازبکی و قرغیزی را به کار میگیرد. حکم بازد شهروند تاجیکستان برای پشتیبانی از تروریسم در روسیه. مصادره 228 کیلو نوس از شهروندان تاجیک در فرودگاه کالینینگراد. تقدیم جایزه زنان برای صلح به شایره رحیم جان در استانبول. در اصفهان مرد صلح خورده یک زن 35 ساله را کور زده است. مبارک باد اکمل دین چمپیون جهان شد. و اکنون تفصیلات خبرها. بنابر اطلاع منابع معتمد پایگاه خبری بامداد، در رابطه با ماجرای پرسر و صدای پوشانیدن پرونده عذاب و عقوبت کارمند شرکت میگافون مدینه محمدجانوا، باز دو افسر بلندپایه شعبه وزارت کارهای داخلی دوی نویه سینای شهر دوشنبه را از مقامش برکنار کردند. پدپلکونیک اسمت زاده ماشرف، معاون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی دوی نویه سینا، یکی از آنهایی بود که مسئولیت نظارت بر جریان تفتیش پرونده مدینه را بر عهده داشت، ولی بر اساس نتیجه های ارزیابی اسمت زاده در اجرای وظیفه به خنک نظری رخ داده است. پدپلکونیک دائم برکنار شده شکر رحیموف، معاون سردار شعبه تفتیشات شعبه وزارت کارهای داخلی دوی نویه سیناست که تو رسانیدن به مرحله عوف مفتش نخستین قضیه عذاب و عقوبت مدینه محمدجانوا بوده است. گفته می شود اکثر سندها با تقاضای رد کردن شروع پرونده و بر اساس قانون عوف از جوابگری جنایتی آزاد کردن گمانبر اساسی عزیزه دولتوف و همسر قانونی پرویز دولتوف، یک مقام بلندپایه شرکت میگافون و دوست پسر مدینه را پدپلکونیک شکور رحیموف ترتیب داده، مسئولان دیگر شعبه وزارت کارهای داخله از جمله پدپلکونیک ماشرف اسمت زاده امضا کردند. یادآور میشویم بعد این قضیه را زیر نظارت خود گرفتن رستم امامعلی و این مسئله را در جلسه حکومت برداشتن پرزیدنت امامعلی رحمان در اول ماه نوامبر قضیه برای تفتیش دوباره برگردانیده شد. پرویز دولتوف و عزیزه دولتوف را به حبس گرفتند و سردار شعبه وزارت کارهای داخلی دوی نویه سینا ظفر اسماعیل زاده و معاون اول دادستان نویه سینا سوراب سلیم زاده از مقامهایش برکنار کرده شدند. رستم امامعلی و امامعلی رحمان طلب کردند تا تمام منصبدارانی که به کروپسی راه داده پوره گرفتند و این پرونده را پوشانیدند با جوابگری کشانیده شوند. مدینه محمدجانوا ساکن شهر دوشنبه آخر ماه آگوست امسال در حالت بیهوشی به بیمارخانه برده شد. به گفته طبیبان او را چنان بوغی کردند که چند مدت به معنی سرش اوان نرفته است و در نتیجه یک قسم مغز سر مدینه از کار مانده است. این قضیه وقت مورد توجه قرار گرفت که فعالان جامعه شهروندی برابران کشور مراجعه کردند و جریان تفتیش را رستم امامعلی رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه شخصا زیر نظارت خود گرفت. معلوم شد که مقامات میلیسه نویه سینا موی سنجابر اعمال عزیزه دولت و را به قانون عفو توغری کنونیده کشودن پرونده جنایتی بسید او را رد کردند. شکور رحیموف چهره برای رسانه ها چندان آشنا نیست، ولی اسم ماشرف اسمت زاده در گذشته دست کم دو مرتبه رسانه ای شده بود. سال 2013 در پی مرگ مرموز عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عثمان توجیف که بنا به فرضیه رسمی گویا خود را از قبط سیوم بنای شعبه میلیسه شهر اسفره به زمین پرتافته جان داده است، وکیل خانواده مرحوم ادوکات شناخته فیض نسا وایدوا نوشته بود که توجیف محض در پی عذاب و عقوبت و شکنجه از جانب ماشرف اسمت زاده که اون وقت در میلیسه اسفره کار میکرد و زیر دستانش دست به این کار زده است. همچنین ماه دکابر سال 2019 نیلوفر رجب و دختر سیاستمدار زندانی رحمت الله رجب که در قطار چندین زن دیگر برای حجاب پوشیدن در کوچه دستگیر گردیده به شعبه وزارت کارهای داخلی دوی نویه سینا آورده شد. اسمت زاده را عیبدار کرد که بعد فهمیدن دختری که بودنش او را تحقیر
و حتی تهدید به تجاوز کرده است. اما ماه فوریه سال 2020 رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در نشست خبریش گفت تحقیقات نشان داد که کارمندان میلیسای سینا نسبت به نیلوفر رجبوا به هیچ قانون شکنی راه ندادند. او برعکس خود رجبوا را گناهگار برآورده و گفت پدرش برای صادر کردن جنایت‌های تروریستی 28 سال در محبس است و برادرش برای این کردار در کوفتکوه میباشد. خودش برای بی احترامی جریمه شد. سنجش های ما نشان داد که کارمندان ما قانون شکنی نکردند. ماشرف اسمت زاده، زاده پنجکین بوده، قبل از تعیین شدنش به مقام معاون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی دوی نویه سینا چند سال در اسفره و سپس در مقام سردار بخش کوفتکوف جنایی ریاست کارهای داخلی ولایت سغد کار کرده است. صبح 12 نویبر در خوروخ میرزازاده نظام یوسفی بایس معاون یکم رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان معرفی شد. مشاور ارشد یاردمچی پریزیدنت اوید به کادرها مظفر دولتزاده ضمن معرفی میرزازاده به کارمندان مأموریت ولایت مختار کوهستان بدخشان گفت که او با روزگی پریزیدنت امامعلی رحمان به این مقام تعیین شده است. دولتزاده اظهار باوری کرد که نظام میرزازاده در سمت معاون اول رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان برای رشد و انکشاف ولایت سهمی سزاوار خواهد گذاشت. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان جنرال علیشر میرزانباد در سخنرانیش گفت مقامات ولایت با چنین کادرهای بلند اختصاص مخصوصا در سوای ساختمان نیاز دارد. او هدف از تعیین میرزازاده را تصمیم درست پرزیدنت نامیده و گفت که سیاست کادری امام‌علی رحمان با یک هدف رشد و رونق ولایت و بلند برداشتن سطح نیک و اولی ساکنان آن گردانیده شده است. اطمینان داریم که با تعیین چنین شخص کردان ساحه مذکور وسعت تازه کسب می نماید، گفت علیشر میرزانباد. میرزازاده نظام یوسفی 10 ینوار سال 1962 در نویه مومین‌آباد ولایت ختلان به دنیا آمده، دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان را با اختصاص مهندس ساختمانی، صنعتی و گرجدانی ختم کرده است. نظام میرزازاده قبلا در مقام معاون رئیس کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان و معاون رئیس ولایت ختلان کار کرده است. سالهای آخر در تاجیکستان تعیین زادگان منطقه های دیگر برابری این یا آن نویه و شهرها تجربه کرده ایستاده است. برای مثال قربان حکیم زاده که زاده شمال تاجیکستان است چند سال رئیس نویه فرخور بود و حالا رهبری ولایت ختلان در جنوب کشور را به دوش دارد. همچنین رستم رحمت زاده، زاده نویه عینی ولایت سغد، یک مدت رئیس نویه فرخور بود. همین طور ده ها زاده ولایت ختلان در ولایت سغد در مقام های بلند کار میکنند. اما در ولایت مختار کوهستان بدخشان تا کنون معمولا زادگان همین ولایت مختار را به مقام های رهبری تعیین میکردند. سبربانک، بزرگترین بانک روسیه و سابق اتحاد شوروی، به کار گرفتن کارگرانی را که زبانهای تاجیکی، ازبکی و قرغیزی را بدانند ادامه میدهد. این بانک ماه اکتبر اعلان داد مشاورهای را به کار میگیرد که به زبانهای تاجیکی، ازبکی و قرغیزی در سطح B2 بلد باشد، یعنی به این زبانها راحت صحبت کرده توانند. روز 8 نوامبر باشد سبربانک اعلان نوی را نشر کرد و گفت به مقام منیجر برای کار با مشتریان کارگرانی را میجوید. نیز همان سه زبان اساسی مهاجران تاجیکی، ازبکی و قرغیزی را در سطح B2 بدانند. ولی اگر معاش مشاور 67,000 اعلان شده بود، معاش منیجر 10,000 روبل بیشتر 77,000 روبل اعلام شده است. برای مقام منیجر نیز طلبات ها چندان سخت نیست. تجربه کار و معلومات بالاتر از معلومات میانه طلب کرده می شود. از داوطلبان تنها خواسته می شود که کشاده چهره باشند، با همه زبان یافتن توانند و از صبح تا شام سر پا ایستاده با پلنشت و سمارتفون کار کرده توانند. وظیفه های منیجر چنین به قلم داده شده است. منیجر برای کار با مشتریان متخصصی است که محصولات سبر را در شعبه بانک توسط پلنشت و ترمینال های خود خدمت رسانی می فروشد. این کار برای آنها است که هنوز تجربه ندارند ولی عزم و غیرت و خواهش رشد در مسئله فروش محصولات را دارند. معاش این مشاوران 77,000 روبل بوده. سبربانک همچنین به آنها قرارداد رسمی، مکافات، رشد کریره، سغورتای طبی نیز وعده داده است. کارمندان همچنین می توانند
توسط وبینار و ترینینگ ها و تحصیل در دانشگاه های کارپراتیوی سبیر معلومات خود را تکمیل دهند. هنگام تولد کودک و در وضعیت مشکل زندگی از این کارخانه کمک مالیوی دریافت کنند. به قرض و برنامه های با امتیاز نه فقط دسترسی پیدا کنند. برای سپردن حجت ها به داوطلبان لازم است که خود را در سامانه این بانک ثبت نام کنند. سبیربانک قبلا برای جلب مشتریان از بین مهاجران کاری تبلیغات خود را نیز به زبان های تاجیکی، ازبکی و قرغیزی برامونده بود. به مقام های مشاور و اینک منیجر به کار گرفتن کارگرانی که زبان ها را بدونند ظاهرا بیانگر تلاش های نو این بانک بزرگ برای تحکیم جای پویش در بین مهاجران کاری است که هر سال از آسیای مرکزی برای مردکاری به روسیه می آیند. به حساب وزارت کارهای داخلی روسیه در 9 ماه اول سال 2021 3.4 میلیون شهروند ازبکستان، 2 میلیون شهروند تاجیکستان و 751,000 از قرغیزستان در مجموع بیش از 6 میلیون نفر تنها از این 3 کشور مهاجر فرست آسیای مرکزی خود را در اداره های مهاجرت روسیه ثبت نام کردند. بیش از 5.2 میلیون نفر آنها در سندهای خود ذکر کردند که به روسیه نه برای تماشا یا استراحت بلکه به جستجوی کار آمدند. شهرداری دوشنبه روز 12 نوامبر با نشر یک اطلاعیه در سامانه رسمیش عاید پهن گردیدن خبرها در موضوع برطرف نمودن خانموزه سردفتر ادبیات معاصر تاجیک صدرالدین عینی رسما تصدیق کرد که در حقیقت پیرامون این مسئله به اکادمی مراجعه کرده بود. با نظر داشت خدمات شایان و برجسته ادیب عالم اولین پرزیدنت اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه به اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان پیشنهاد برای بجای مناسب کوچونیدن بنیاد خانموزه نو زمانوی جوابگو به طلبات معاصر ارائه نموده بود. گفته می شود در اطلاعیه شهرداری همچنین تاکید کرده است که مسئله مذکور هنوز حل نهایی خود را نیافته است و آن در مرحله آموزش قرار دارد. شهرداری همزمان ذکر کرده است که در جای آثارخانه موجوده بنیاد یگان نمود بنا و انشاءات پیش بینی نگردیده است و خبرها آید گویا در مکان خانه موزه روحاندوزی گردیدن ساختمان میمونخانه یا بنای تعینات دیگر اساس واقعی ندارد. اما شهرداری در شهر خود نگفته است که اگر خدمات صدرالدین عینی شایان و برجسته باشند و مسئله بنیاد یگان انشاءات دیگر در جای آن در دست بررسی نباشد پس چرا آثارخانه او را خزانیده به جای دیگر کوچانیدنی‌اند. یادآور می‌شویم روز 11 نوامبر آسیا پلیوس با تکیه به یک منبع نزدیک به آثارخانه صدرالدین عینی خبر داد که خود در پایتخت تاجیکستان مسئله چپه کردن این آثارخانه سردفتر ادبیات شوروی تاجیک بررسی شده ایستاده است. بنا به سندی که نسخه آن به دست رادیوی آزادی رسید، معاون اول شهرداری امیرخان قربانزاده 13 سپتامبر از رئیس اکادمی ملی علم ها خواسته است جهت کوچونیدن و جایگیر کردن آثارخانه مساعدت نماید. در نامه گفته شده است که آثارخانه صدرالدین عینی در کوچه سعید ناصر پایتخت در مساحت 0.20 گکتار جایگیر شده است. در پاسخ فرهاد رحیمی رئیس اکادمی ملی علم های تاجیکستان نوشته است اکادمی موافق مقصد میداند که اول آثارخانه نو صدرالدین عینی به طور زمانوی ساخته شده سپس نگاره های آثارخانه موجوده به آنجا کوچونیده شود. شمس‌الدین محمدیف معاون رهبر پژوهشگاه زبان ادبیات شرق شناسی و میراث خطی به نام رودکی با تصدیق این خبر گفت در حقیقت به اکادمی از نام معاون اول شهرداری دوشنبه امیرخان قربانزاده چنین نامه آمده بود. در نامه شهرداری برای تخریب آثارخانه که میخواستند در جایش میمونخانه بسازند اجازت میخواست ولی اکادمی ملی علم ها در نامه جوابیش گفت که این آثارخانه اهمیت ویژه دارد. همچنین در نامه گفته میشد که اگر شهرداری برای کوچوندن آثارخانه جای مناسب پیشنهاد کند اعضای اکادمی آماده این مسئله را از نو بررسی کنند. با گفته او این مسئله در شورای علمی پژوهشگاه هم بررسی شد. علمان مخالف تخریب یا کوچونیدن آثارخانه برآمدند به این دلیل که این یگانه خاطره از عینی است. گفت شمس‌الدین محمدیف. یک شهروند تاجیکستان که در شهر ابکان پایتخت جمهوری خاکاسیا در منطقه سیبری روسیه به سر می‌برد با حکم دادگاه حربی یکم حفظه شرقی
با جرم تبلیغ عقیده های سازمان تروریستی در روسیه ممنوع کتیبه توحید و الجهاد به 2.5 سال زندان محکوم شد. در این باره روز 12 نوامبر ریاست فسب قکاسیه خبر داد. بنابر این منبع دادگاه حربی همچنین باز یک شهروند تاجیکستان را که در ابکان با ایدئولوژی سازمان تروریستی در یک خانه زندگی میکرد با جرم خبر نرسانیدن به مقامات 25 هزار روبل جریمه بسته از حق اقامت در روسیه محروم و به تاجیکستان اخراج کرد. فیسبی گفت این نفر در باره فعالیت های همخونهش خبر داشت ولی به مقامات خبر نداد. فیسبی گفت در پی اخراج مقامات امنیتی تاجیکستان را در باره چی جرم اخراج شدن این شهروند خبردار کردند. نام شهروندان محکوم شده تاجیکستان نشر نشده است. کتیبه توحید و الجهاد یک سازمان افراطی از لحاظ عقیده نزدیک به داعش است که جنگجویان زاده آسیای مرکزی در سوریه و عراق تأسیس دادند. تحت پرچم آن اساسا جنگجویان ازبکستان می جنگیدند. این گروه با قرار دادگاه حربی حوزه مسکو از 5 ایون سال 2019 سازمان تروریستی اعتراف شده فعالیتش در روسیه منع کرده شده است. یادآور می شویم ریاست فسب کشور کراسنویارسک روسیه روز 15 سپتامبر از خونسو کردن فعالیت یک شبکه پنهانکار سازمان در روسیه ممنوع کتیبه توحید و الجهاد و بازداشت 2 عضو فعال آن خبر داد. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی های فوری جستجویی فعالیت طرفداران سازمان تروریستی کتیبه توحید و الجهاد در قلمرو کشور کراسنویارسک پیشگیری کرده شد. گفته می شود در اطلاعیه فسب در سالهای آخر ده ها تن از مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی از جمله زادگان تاجیکستان در روسیه با اتهام دست داشتن در فعالیت های تروریستی بازداشت و زندانی و چند نفرش حتی هنگام بازداشت از جانب کارمندان فسب کشته شدند. نزدیکان برخی آنها و همچنین حامیان حقوق میگویند که مقامات امنیتی روسیه در بسیار موارد پای مهاجران بی‌حقوق را به اساس با دلایل بافته و ساخته با مقصد بالا نشان دادن نتیجه های به دست آورده خود در مبارزه با تروریسم به چنین پرونده ها میچسبانیدند. خدمات مطبوعات گمرک ولایت کالینینگراد یک جزیره قلمرو واقع در غرب روسیه خبر داد که تا 10 ماه اول سال 2021 در فرودگاه خرابرو شهر کالینینگراد از شهروندان تاجیکستان 228 کیلو نوس یک نوع تماکوی رایج در آسیای مرکزی یافت و مصادره کرده شده است. تنها در 2 ماه اخیر در فرودگاه خرابرو از مسافران تاجیک 73 کیلو نوس مصادره کردند. شهروندان تاجیکستان پیوسته قاعده های گمرکی را ویران کرده کوشش میکنند که در جامدان یا بغاج دستیشان این تماکوی بویش مخصوص را گذرانند. آنها نوس را هم در خلطه های سیلفانی و هم در شیشه جای میکنند. ولی کارمندان گمرک فرودگاه کالینینگراد با کمک متخصصان کینولوگ و سگهای بوگیر دائما این محصولات را پیدا و مصادره میکنند. از جمله تا 10 ماه سال 2021 بیش از 228 کیلوگرم نوس یافت و مصادره کرده شد. گفته میشود در خبر نسبت به قاچاقبران نوس بر اساس قسم اول ماده 16 کودکس حقوق ویران کنی های ماموری روسیه 226 پرونده ماموری ترتیب دادند. آنها همچنین از نوس خود معروف می شوند چون که طبق قانون مواد مصادره شده باید همچون مال قاچاقی نابود کرده شود. گمرک کالینینگراد می گوید استعمال نوس شخص را نه فقط معتاد نیکوتین می کند بلکه از لحاظ روانی نیز معتاد کرده سببگار بیماری های سنگین دهان و گلو می شود. گمرک کالینینگراد قبلا خبر داده بود که تا 8 ماه اول سال در خرابرو از مسافران تاجیک 158 کیلو نوس مصادره کردند. نوس یک نوع تموکو است که با علاوه آهک و برخی محصولات دیگر تیار کرده می شود. نوس در کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و برخی دیگر کشورهای شرق خریدار زیاد دارد. ولی سالهای آخر توسط مهاجران این نوع تموکو در بین یک قسم جوانان در روسیه نیز طرفدار زیاد پیدا کرده است. ظاهراً بعد دیدن این تمایل مقامات روسیه فروش نوس را منع کردند. بر اساس قانون‌های نو محصولات تماکو از جمله نوس به اندازه بیش از 250 گرم برای هر نفر سنش از 18 بالا دیگر مول برای استعمال شخصی حساب نمی شود و وارد کردنش به قلمرو ای آی اس منع است.
شاعر تاجیک شعرا رحیم جان در جشنواره بین المللی شعر لیفت که از 11 تا 14 نوامبر در شهر استانبول ترکیه جریان دارد سزاوار جایزه زنان برای صلح شده است. برای اشتراک در این جشنواره که بار پنجم برگزار کرده می شود بیش از 500 ادیب از 69 کشور دنیا نام نویس کرده بودند، ولی به سبب پاندمی بسیاری از این ادیبان در جشنواره به صورت آنلاین اشتراک میکنند. شاعره رحیم جان برای اشتراک مستقیم در جشنواره لیفت به استانبول رفته بود و روز 12 نوامبر در ردیف 16 ادیب دیگر زن از سراسر جهان برنده جایزه زنان برای صلح شد. برنده جایزه زنان به خاطر صلح شدیم. بهترین جایزه در این شب و روز که همش از صلح میگویم و نفرین میخونیم به جنگجویان شدم و خیلی ممنونم. توجیکی من خانه اد با خشت سل آباد بخش برخلاف امر شیطان برخلاف نام بد، نوشته است شاعره در فیسبوک. شاعره رحیم جان 31 مارت سال 1977 در شهر وحدت به دنیا آمده رشته زبان و ادبیات توجیکی دانشگاه ملی توجیکستان را ختم کرده است. اولین دفتر شعرش سال 2003 با نام نخستین نامه های در نشر شد. کتاب دویمش با نام واپسی نامه های در سال 2013 به دست خوانندگان رسید. شاعره رحیم جان یکی از ترانه سرایان معروف به شمار می رود و برای آوازخوان های شناخته توجیک ده ها ترانه نوشته است. اخیرا اسمبلیه خلقهای اور آسیا سه شاعر توجیک شاعره رحیم جان عبدالقهار قاسم و خاصیت ولیزاده را به انتولوژی زنده ادیبان جهان وارد کرد. جشنواره بین المللی شعر لیفت در استانبول نیز از جانب اسمبلیه خلقهای اور آسیا دایر کرده می شود. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های نخوش روز. پرونده جنایتی با ماده 110 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت به مرد 64 ساله ساکن جماعت دیوت خانه‌آباد شهر اسفره آغاز کرده شد. نام برده دوم نویبر سال 2021 تخمینه ساعت 17:30 دقیقه در حالت مستی در کوچه شهرالی شهر مذکور با زن 53 ساله ساکن جماعت دیوت خانه‌آباد جنگ و جنجال نموده با کرد خوجگی یک مرتبه به قفس سینه او زده است. موافق خلاصه تشخیص سودی طبی جبر دیده به سلامتی جرات وزن جسمانی برداشته است. روز 11 نوامبر سال 2021 تخمینا ساعت 2:00 دقیقه راننده افتماشین تمغه مرسدس بنز میرزازاده طالب عمرعلی سال تولدش 1993 ساکن جماعت دیهات شریف و نویه همدانی هنگام حرکت از سمت نویه واسه واقع در حدود جماعت دیهات دشت گلهای نویه مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده خرسال انصار نورالله سال تولدش 2015 ساکن جماعت دیهات دشت گلها را پخش نموده است. در نتیجه خرسال انصار نورالله جرات وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در نویه شومنصور با عریضه مردان 28 و 29 ساله ساکنان شهر دوشنبه و ولایت مختار کوهستان بدخشان مراجعه نمودند که ماه یونی سال 2021 در کوچه عینی پایتخت مرد 44 ساله ساکن شهر دوشنبه برای فریب به باوریشان در آمده از آنها 4000 دلار آمریکایی گرفته وعده داده است که به آنها شهروندی فدراسیون روسیه را گرفته می‌دهد، اما تا حال آنها را فریب داده مبلغ گرفته اش را به منفعت شخصی صرف نموده است. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر وحدت با عریضه زن 34 ساله ساکن جماعت دیهات اسماعیل و شهر مذکور مراجعه نموده است که ماه مارس سال 2018 زن 44 ساله ساکن امین شهر برای فریب به باوریش در آمده از او 60000 سومانی گرفته وعده داده است که حجت های خانه استقامتیش را به نامش کرده می دهد، اما تا حال مبلغ گرفتهش را برنگردانیده است. پهلوان تاجیک اکمل الدین کریموف روز 12 نوامبر در فینال چمپیونات جهان اوید و گوشتین سامبو در وزن تا 58 کیلو حریفش از روسیه خرتک سیان را شکست داد و چمپیون جهان شد. چمپیونات جهان روز 12 نوامبر در ورزشگاه یونس آباد در شهر تاشکند آغاز یافت و تا 14 نوامبر دوام میکند. باز یک پهلوان تاجیک در چمپیونات جهان اوید و گوشتین سامبو به فینال را یافت. خوشقدم خسروف که سال 2018 علکی یک دفعه عنوان قهرمان سامبو جهان را به دست آورده بود
می توانست بول دوم عنوان چمپیون جهان را صاحب شود، ولی خوشقدم در فینال وزن تو 64 کیلو از پهلوان قزاق جانونیت روحت شکست خورد و صاحب جای دوم و مدال نقره چمپیونات جهان گردید. لازم به یادآوری است که هم اکمل الدین کریموف و هم خوشقدم خسروف هر دو شاگردان جهان پهلوان حاجی محمد شریف سلیمانوف می باشند. تاجیکستان را در چمپیونات سنبوی جهان در توشکند 14 ورزشکار از جمله یک بانو شایده قلمدارو نمایندگی میکنند. 8 نفر آنها در مسابقات سنبوی ورزشی و 6 نفر در سنبوی رزمی برای دریافت مدال ها رقابت میکنند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نموید. www.bomdad.com خوش باشید.